بود. کلکسیا، حالتون چطوره؟ به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. همینجور که میدونید چنل دیسکورد ما برقرار شد و در عرض زیر 12 ساعت نزدیک به 6000 نفر عضو شده. پرچمتون بالاست. عشقید، عشق جون. سر همین قرار میم هایی که توی دیسکورد برای من فرستادید و امروز روشون با هم دیگه ببینیم و من ریاکت برم پارت 1. بچه کلی چیز خفن تو چنل دیسکورد است. متاسفانه. ویدیو دیروز رفت، بی دلیل رفت. میتونستم اعتراض کنم و ویدیو برگرده، ولی کسی که رفته دیگه رفته به درک. من بلافاصله یه ویدیو بعدش براتون ساختم. میدونم ویدیو زیاد جذابی نبود، ولی در کل فیلم هایی بود که بهتره که ببینید و خیلی زیبا و دیدنی و قشنگه. شاید خیلیاتون فکر کنید دیروز ویدیویی نذاشتم، ولی گذاشتم تو قسمت علامت تعجب ببینید. کلا دیروز اعصابم خیلی خورد بود. بالاخره اتفاقیه که افتاده و زندگی دیگه میگذره. ولی فدای سرتون، من قول دادم هر شب یه ویدیو میذارم. پاک شد، یه ویدیو دیگه گذاشتم. از این به بعد یه کمی همیشه قوانین رو جدی گرفتم. همیشه از این به بعد سختگیریمو خیلی بیشتر میکنم نسبت به یوتیوب. بچه هاتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت انگلیسی بذارید. راوت تو 100K. عشق منی، زیبا باشید و دیدنی. بریم ویدیو رو ببینیم. خب گایز، همینجوری که میبینید این دیسکورد مویه با 6 تا ادمین زیبا و دیدنی. بچه ها خیلی ها دیروز عضو شدن، پرچمتون بالاست، آدرس دیسکورد این پایین است، حتما بیاین توش. این تو قراره فیلم با هم ببینیم به زودی، یا از امشب یا از فردا شب. قطعیشو تو استوری اینستاگرامم اعلام میکنم. کلی کار خفن داره دیگه. میتونید ویدیوهای فانتون رو بفرستید، ویدیوی جایی که تو یوتیوب میذارم نوتیفیکیشنش میاد اینجا. میتونید پیشنهاداتتون رو بدید، چت کنید با هم. بعضی وقتا یهو میام تو وایس با همه حرف میزنم، یه بعد همه با هم تو هم حرف میزنن. خب نکنید دیگه، یکی یکی. خلاصه بریم با هم دیگه اولین میمو ببینیم. بیا، این فکر کنم ویدیو خیلی قدیمیه، از کیفیت نورم معلومه، یعنی یارو انقدر علاف بوده. ببین چه عکسی گرفته، اسمش هم از ضحاک. دخترها این استایل براتون جذابه؟ پسرا شما این لباسا رو می‌پوشید؟ جی واقعا دیگه جذاب نیست. پسر پلنگ ندیده بودیم. کام کلوزر، کارتون باب اسفنجی عشقه. کام کلوزر یعنی بیا نزدیکتر. من احتیاج دارم. پوتکس آلبوم باید وایسی بچه، اگه نمیخوام باز زر بزنم نشه. اینجوری که داره پیش میره یعنی مطمئنم خفن ترین آلبومم میشه، یعنی شک ندارم. اینجوری که داره پیش میره، اگه چیزی اون وسط یه توضیح هم بدم در مورد ویدیو دیروز که پاک شد، در مورد اون کلیپ انیمیشنی که سوال پرسیده بود. بچا اون کلیپ انیمیشنی برقراره، متاسفانه تو این آلبوم میاد. متاسفانه که نه، ولی خب چون قدیم نیومده بود تصمیم گرفتم تو این آلبوم بیارمش. این آلبوم موزیک ویدیو زیاد داره اگه اتفاقی پیش نیاد. کلا قراره پرچمتون رو بچسبونم رو کره مریخ. قول. خب داداش چی؟ دانلود آلبوم کچی بیتس. FBI پیام داده، داداش اون آلبوم گوی شخصی نیست. آقا بس، الان من و کچی رابطه خوبی داریم، خدایش این کارا درست نیست. البته میدونم، البته کچی هم جنبش بالاست، این فقط در حد یه شوخیه، ولی دهنتون رو سرویس. چه چیزایی که نمیسازید. وای، من این میمو خیلی جاها دیدم، یعنی در حد 2 ثانیه قیافه تخمی و این شکلی میکنم. چقدر هم به میاد. یعنی بهترین فتوشاپ کار دنیا این عکس رو طراحی کرده، بهترین فتوشاپ کار دنیا. لعنتی، یه ذره رو کالر و رنگ کار میگردی. اون کله نگاه کن جون مادرت، چه چیزی بدن. من اصلا از اینجور بدنها خوشم نمیاد. من دوست دارم مثل لیل پیپ لاغر باشم، که متاسفانه چاقم. بیا درستش کن. خدا چرا کچل یه خوشگل گیر نمیده مثل مهراد هیدنبم؟ چه میمایی ساختی؟ قیافه منو دستمو گذاشتم رو صورتم. روسری به هم میاد ها؟ نمیاد؟ میاد. قیافه همه بچه های کلاس وقتی معلم داره کوسینوس درس میده. آقا چرا اسم این چیز ریاضی اینه؟ منم همین شکلی بودم، حتی نه به این صورت لئوناردو، ولی همیشه تو ببینم. آقا چرا این اسم لجن رو اینه؟ آدم نمیتونه بفهمه. 8:32 صبح دا
دانلود شب دانلود کلیپ جن ورو 8:43 دانلود متن آیت الکرسی. با این حقیقت داره بچه، من خودم عاشق چیزهای ترسناکم و از کودکی این چیزها رو خیلی دنبال میکردم، خیلی زیاد. اصلا من تو خونمون یه سری کتابایی داشتم که کلن اون قدیما، البته الان دیگه نیست، ممنوع بوده. من حتی یادمه وارد اونجایی که کار میکردم رفتم گفتم میخوام کتابا رو چاپ کنم، برام چاپ نمیکردن. یعنی کلی چیز ممنوع از اینترنت پیدا کرده بودم، 2 ساعت روش کار کرده بودم که بخونمشون. میشه گفت یه کمد پر کتاب داشتم، کلی پول خرج کردم. بعد از 1 ماه یه روز تو پاشتم دیدم نیست، دیدم مامانم همه کتابا رو ریخته بیرون از ترس. کتابا خیلی میدونم ممنوع بودن، هر چی هم فکر میکنم اسم لعنتشون رو یادم نمیره. خیلی دوست داشتم یه ویدیو بسازم اون کتابا رو بهتون معرفی کنم. کلا مامان من خوراک اینجور چیزاست. ما 3 تا داداشیم بچه‌ها، بودیم یعنی الان هستیم دیگه، چه زری زدم. 3 تا داداشیم، ما میکرو داشتیم. نمیدونم میکرو رو به سنتون میخوره یا اونایی که میخوره یادشون هست. ما برنامه این بود که صبح پا میشدیم، بعد هر کی میگفت اول 1 ساعت اون بازی میکرد، هر کی میگفت دوم ساعت دومون، سومین. ما یه شب 3 تامون همزمان گفتیم اول و دعوا شد. در این حالی که داشتیم همو میزدیم یهو دیدم ننم تو بالکن با میکرو از طبقه 4 میکرو رو پرت کرد پایین. یعنی اون لحظه بود که ماها همه پوکر فیس، هی میخواستیم یه چیزی بگیم، میگفتیم بابا ننمونه چی بگیم، هیچی هم نمیتونیم بگیم، دهنمونو بستیم تا عم داشتیم دیگه، نگفتیم اول نه دوم نه سوم. به تخمم، این یکی از عکسای قدیمی که خودم رو کرده بودم. دستها برای این حاجی، این شامل 80% پسرهای ایرانی میشه. دستها برای زدن نیستن، پس دستها برای چی هست؟ دستها برای دوان، همون درستش کردم. پوریا ایران نمیای، میخوام به خاطر نوار مشکی بهت بدم، خدا وکیلی دمت کم فنتم. اینجا من رکابیش مثلا معلومه. حاجی این عکس چقدر میم تولید کرد، خیلی این عکس خفنیه، یعنی ترکون. حتی من تا اونجا که میدونم تو شبکه‌های آلمانی هم رفته، میگم شبکه، توی کلن فضای مجازی آلمان و چند تا کشور هم رفته ازش میم میسازن. دارید سال همه بهت میگن پدوفیل، در حالی که دوست دختر 20 سالشه و تو 27 سالته. دارید سالگرد 9 سال آشناییتونه. او مای گاد، او مای گاد. این خدا بود، دمت گرم آریان، این خدا بود، این خدا بود. آقا دوباره ببینیم. او مای گاد. خیلی علافید، به خدا خیلی علافید، یعنی علافتر از شما نیست. دهنتون رو سرویس، این چه زندگیه. وای وای دارم پاره میشم. بایستید بچه یه سری ویندوها رو ببندم و یعنی آبرو بیره، یه اون میاد تو اینجا فنا بیریم. واش پرزی پلین جین یه مگینی چین رست. آجی اینا آقا چی کار دارید میکنید؟ چی کار دارید میکنید؟ این که این نبود، چه خبرتونه بود؟ آره زودی، اصلا خوراک زودی. دمتون گرم، واقعا من نمیدونم باید چی بگم. باز دوباره شب شد و این شق درد اون سراغ ما. میگم یه چیکه توفی نمیدازی کف دست من، من باشی بزنم دهن خودم خشک خشک. وای بچه بیگی به خواب ناموسن، چقدر میزنی؟ کور شدی؟ آمو یه توفی بشم بیرم که تو کون منم میزه. بیا امو کاجی میری، من دقیقه مثل کون نمیزم. از کجا دونده؟ خیلی خوب بود. وای تا حالا اصلا فکر کردید کتاب خوندید همون فورتنایت بازی کن بچه؟ A few moments later. همون فورتنایت بازی کن بچه. تهمون فورتنایت بازی کن بچه، تهمون فورتنایت بازی کن بچه. آقا آورو منو بردید با این میماتون، آورو منو بردید، یعنی دهنتون رو سرویس. خوشگلم میخواد. آقا این امیر بیچاره رو چرا فرستادید تو لیست میمزا؟ بعضی وقتا واقعا ایرانی ها خلاقیت زیادی دارن، جدی میگم. آره من زیاد تو صفحات مجازی اون برای آبی ها نیستم، شاید اونا هم از این کارو میکنن، البته اونا هم خیلی خلاقیت دارن، از تیک توک و چیزایی که میبینی مشخصه.
ولی میدونی دست و پای ما بسته است. حیف حیف. کامبیز ارشیا پوریا دهنتون سرویس. اونم رژیمه. آقا من واقعا نخوردم. اون روز چیزی نخوردم. پتوماتی که درست ساختید اونا همش در همون حالتن. ولی من واقعا رژیمم. الان 72 پوریا دروغ نگو جان مادر. چند سانت بابا چند کیلوگرمم؟ 78 کیلو هم ولی باید بشم 70 چون قدم 1.71 وزنم باید چه 70 اینجوری که ما فهمیدیم ولی نمیدونیم درسته یا نه ولی به زودی میشم به زودی که یعنی تا 75 بیام باید باشگاه رو شروع کنم چیزی که ازش متنفرم ولی ورزش چیز خوبیست ما همه باید ورزش کنیم تا در سلامت کافی به زندگیمون ادامه بدیم خب وقتی مامانت میگه ناهار امروز قرمه سبزیه واقعا من خودم یکی از عاشقان گرمه سبزی هم یعنی الانم کلی درست کردم گوشتم تو فریزر الانم گفتی امروز باید قرمه بخورم امروز هم صبح زود پاشدم واسه همین حالا یه روز رژیم رو بشکنی دیگه البته زیر پنج اوکیه دیگه برنج رو کمتر میخورم فکر خوبیست میم از پوریا بوتک نه میم از اکسپلور اینستا آره ممنونم چه فن قدری بود دنیا خب من نمیگیرم این میمون شما میگیرید من اصلا نفهمیدم چی بود پوتک فدایی دوست دارم برو کنار تو اگه دوستم داشتی سایت بد نمیزدی ندارم سرویس کردید ما رو آقا ندارم اتفاقا واگذارشم کرده اصلا رفته الان واسه یکی دیگه است ندارم بارها اعلام کردم توییت کردم همه جا گفتم ندارم دیگه اذیت نکنید جان عزیزتون پوریا بچه پیروزی هم محل فدایی هیترا با اونجا مالی با هات فید نمیده پوریا من اصلا اون کار رو نمی کنم یعنی اون جمله‌ای که اون بالا بود که سانسورش کردم اصلا قصدم این نیستش تا آخر عمرم همکاری باش نشته باشم اصلا زیاد برام چیز خاصی نیست فقط دوستش دارم ازش تعریف کردم زیادم اصلا کاری به این ندارم میخوام باش همکاری داشته باشم یا نه که تو همکاری من و اون اصلا بعیده امکانش 1% هم نیست چون اصلا سبک ذهنی من با سبک ذهنی اون زمین تا آسمون تا جایی که من فکر میکنم فرق میکنه و اون قانونهای خاص خودشونو دارن من قانونهای خاص خودم دارم چیز نشدنیه پس مطمئن باشید من اون حرفو نزدم به این خاطر خب گایز این بود از ویدیو امروز امیدوارم لذت برده بوده باشید میم هاتون خیلی زیاده پرچمتون بالاست من این میما رو واقعا چند پارت میکنم چون خیلی خنده داره الان تا اونجایی که گرفتم و تو یادها میسوارم و سری بعدی از اینجا به بعد رو براتون میگیرم ولی با کمی فاصله که زیاد چیز نشه چی میگن زیاد خسته کننده نشه براتون بگی پوتک هر روز داره یه نوع ویدیو میذاره مرسی که هستید عاشق یکایکتونم دم همتون گرم پرچمتون بالاست آدرس دیسکورد این پایینه حتما بیاین از کانتنتاتون استفاده میکنم کلی کار خاص و خفن میتونید کنید تو دیسکورد دمتون گرم خلاصه همیشه پرچم منو برید بالا امیدوارم با آلبوم جدید پرچمتون رو بخونم به همون کره مریخی که گفتم بهتره تنها باشی تا با کسی باشی که به تو احساس تنهایی میدهد اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشی این ما دیروز یه تیپ زدیم ویدیومون رفت ولی عشقی